اجازه بدید به ویان بریم، محل برگزاری مذاکرات احیای برجان مقابل هتل کوبورک. احمد صمدی همکارم با ما همراه میشه تا آخرین جزئیات رو از خودش بشنویم. احمد پریسا، خب همونطور که در خبر هم گفتی ظاهرا دیروز جلسه ای بوده در شورای عالی امنیت ملی و اونطور که منابع در تهران به ایران اینترنشنال گفتن این در این جلسه نتونستن که اعضا به این جنبندی برسن که آیا قرار هستش که توافق رو در وین انجام بدن یا نه، که خب به نظر میاد همچنان در خصوص مواردی که از نظر اونها خط قرمز هست مثل موضوع تحریم ها، موضوع تضمین ها و همچنین بحث اونچه که از اون به عنوان بحث شدن موضوع چهار مرکز اعلام نشده از توی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان روی میز قرار داره. خب ضمن اینکه به هر حال در اینجا هم شنیدیم که اگر تا یکی دو روز آینده جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف‌های غربی رو نده، خب حتما در این صورت باعث خواهد شد که برجام در واقع از حیز انتفاع خارج بشه و دیگر امیدی به احیای اون وجود نخواهد داشت. با این حال الان من در کنارم آقای دکتر علی واعظ رو دارم که مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران هستم و می‌خواستم چند موضوع رو با ایشون مطرح بکنم. یکیش بحثی هستش که امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و معتقدن که برجامی که داره در واقع بر سر اون تصویب میشه اشکالات بسیاری داره در همه زمینه‌ها، اینکه آمریکا تعهد نداده یا تحریم‌ها رو برنداشته. خواستم که ارزیابی شما از این صحبت‌ها چه و اینکه فکر می‌کنید که واقعا همچین اتفاقی افتاده یا نه. ببینید، فکر می‌کنم برخی از گفته‌هایی که در مجلس انجام گرفت یا ناشی از نادانی است که واقعا متوجه نیستند که برجام چگونه توافقی بود و چه تحریم‌هایی مشمول برجام میشن و چه تحریم‌هایی مشمول برجام نیستن. تحریم‌های اولیه آمریکا، اونهایی که دسترسی به بازار مالی آمریکا رو فراهم می‌کنن برای مبادلات ارزی، برای دسترسی به سیستم بانکی آمریکا و دلار، اینا هرگز جزء برجام نبودند و امروز اگر ایران به دنبال اونهاست در واقع به دنبال یک توافقی است فراتر از برجام. و برخی از تحریم‌هایی هم که دنبال لغوش هستن، اینها رو فقط کنگره میتونه لغو بکنه، نهایتاً رئیس جمهور در بهترین حالت هم میتونه اونها رو تعلیق بکنه. بخش دیگری از این زیاده‌خواهی‌ها به گمان من نتیجه این هست که کسانی هستن که از اول با برجام دشمنی داشتن و خواستار از بین رفتنش بودن و امروز هم میخوان جلوی احیای توافق رو بگیرن. بخشی معتقدن که در واقع ایالات متحده نمیخواد اصلا تعهد بده، حتی برای اجرا هم ظاهرا میگن ایالات متحده نمیخواد تعهد بده. آیا واقعا ایالات متحده نمیخواد تعهد بده برای اجرا؟ ببینید، اگر واقعا آمریکا به دنبال این بود که ایران نتونه منتفع بشه از توافق و حاضر به تعهد لااقل در دوره‌ای که آقای بایدن رئیس جمهور اصلا نخواد همچین تعهدی رو بده، که اصلا دلیل نداشت مذاکره بکنه. ولی تضمین که دولت ایران به دنبالش است در چارچوب برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام آور واقعا نمی گنجه و اصلا چنین مکانیزمی در ساختار حقوقی و سیاسی آمریکا اصلا وجود نداره که یک رئیس جمهور بتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده. فرض کنیم آقای باقری فردا میاد یا با پاسخ آری با پاسخ نه، سناریوهای بعدی چی میتونه باشه آقای دکتر؟ ببینید، اگر آقای باقری با انعطاف لازم برگردن، من فکر میکنم که نهایتا در طول هفته آینده توافق رو میشه نهایی کرد. ولی اگر همچنان با برخی از خواسته هایی که فرابرجامی هستن یا غیر واقع بینانه هستن برگردن، در این صورت احتمالاً غرب تا اواسط هفته میز مذاکره رو ترک خواهد کرد و از اونجا به احتمال زیاد وارد یک روند تقابلی بسیار خطرناک خواهیم شد. و سوال آخرم این هستش که برخی از تحلیلگران معتقدن که ممکنه ایران با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین افتاده بین روسیه و اوکراین شاید بخواد از این کارت هم استفاده بکنه. فکر می‌کنین که اگر همچین اتفاقی بیفته چه سناریوی ما پیش رو خواهیم داشت؟ من فکر می‌کنم اشتباه بزرگی است اگر که ایران گمان رو بر این بگذاره که به علت افزایش قیمت نفت بر سر مسئله بحران اوکراین آمریکا حتما می‌خواد به هر قیمتی برجام رو احیا بکنه، برای اینکه همین جا هم امتیازاتی که دولت آمریکا داده برای آقای بایدن فروشش در واشنگتن بسیار دشوار خواهد بود و فراتر از این به گمان من دولت آمریکا واقعا فضای مانور نداره و اگر ایران بخواد روی کارت روسیه حساب بکنه متاسفانه فکر کنم هم برجام متلاشی خواهد شد و هم عملا 5 به علاوه 1. سپاسگزارم از آقای دکتر علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران. پریسا، ما در یکی دو روز آینده که اینجا احتمالاً آقای باقری برمیگرده حتما خبرهای دست اول رو در اختیار همه بینندگانمون قرار خواهیم داد. از توضیحاتت ممنونم همکارم احمد صمدی از وین و مهمانی که همراهت بودن علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران.